سال 156 نمودار مکان زمان متحرکی که روی محور X حرکت می کند به صورت سهمی شکل زیر است. اگر شیب خط مماس بر نمودار در مبدأ زمان 5 باشد، بزرگی تغییرات سرعت متحرک از لحظه 2 تا 6 چند متر بر ثانیه است؟ فوق‌العاده سوال زیباست، فوق‌العاده حرفه‌ای حلش میکنیم. قشنگ دقت کنیم بچه، سوال گفته شیب خط مماس بر نمودار در مبدأ زمان 5. یعنی اگه من بیام توی اینجا یه شیب رسم کنم، یه خط مماس رسم کنم، شیبش چی میشه؟ 5 میشه. خب این چیه؟ سرعت اولیه. یعنی سرعت اولیه رو به ما داده چی؟ به ما داده 5 متر بر ثانیه. سرعت اولیه رو داده 5. تغییرات سرعت رو میخواد از کجا تا کجا؟ گفته بین 2 لحظه 2 تا 6 تغییرات سرعت رو پیدا کن. مشکلی نداریم؟ فهمین چی شد؟ خب میام از تقارن سهمی استفاده میکنم. گوش کن بچه، اینجا رأس سهمی زمانش وسط 2 و 6. 2 به اضافه 6 8 تقسیم بر 2 4. اینجا 4 ثانیه است. میخوام از اینجا تا اینجا برم چیه به دست بیارم؟ شتاب رو به دست بیارم. میگم شتاب چی میشه؟ شتاب میشه دلتا وی به دلتا تی. تموم شد و رفت. خب دلتا وی اینجا سرعت 0ه، 0 اینجا هم که سرعت 5ه، 0 منهای 5 میشه -5. زمانمون هم که چند ثانیه است؟ از اینجا تا اینجا زمان 4 ثانیه است، میشه تقسیم بر 4. پس شتابمون به دست اومد. شتابمون چند به دست میاد؟ شتابمون به دست میاد منهای 1.25. تموم شد و رفت. حالا سوال چی رو میخواد؟ تغییرات سرعت رو میخواد از 2 تا 6. آقا این حرکت، حرکت شتابدار با شتاب ثابته. پس وقتی شتاب رو دروردیم منهای 1.25، همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی خوب، دوباره این فرمول رو مینویسم. شتاب میشه دلتا وی به دلتا تی. از اینجا تا اینجا بازه زمانیمون چند ثانیه است؟ از 2 تا 6. از 2 تا 6 هم بازه زمانیمون 4 ثانیه است. شتابمون چقدره؟ منهای 1.25. اگه این تو این ضرب بشه تغییرات سرعتمون چقدر میشه؟ تغییرات سرعتمون میشه منهای 5. اگه دقت کنی سوال بزرگی تغییرات سرعت رو میخواد. بزرگی تغییرات سرعت رو بخواد میشه 5 و به عبارت دیگه میشه گزینه 4. ببین لازم هم نبود اینقدر بنویسیم. حرکت شتابدار با شتاب ثابته. یعنی چی؟ یعنی توی بازه های زمانی یکسان، اگه بازه های زمانی یکسان باشد شتابم که یکسانه، تغییرات سرعت یکسان است. الان از اینجا تا اینجا تو 4 ثانیه سرعتمون از 5 رسیده به 0، 5 تا تغییرات داشتیم. خب از اینجا تا اینجا هم 4 ثانیه است، پس بازم سرعتمون باید 5 تا تغییرات داشته باشه. جواب این تست میشه گزینه 4.